خب 55، من 55 زدم دیگه، درست زدم دیگه. یه گوگل سرچ بکنیم به نام لایف سایکل داره. خب این ایمیجزش رو بزنید کلی. آها این عکس معروفه ایشون، داره این عکس رو بیایم اینجا در مورد صحبت کنیم. خب نگاه کن، یادتونه جلسه پیش در مورد MVC صحبت کردم؟ نه یادتون نیست، ولی میام اینجا این آدمه رو من رفتم پیدا کردم. خب این آدم که حالا نشسته پشت دسکتاپ، حالا فرض کنید خود من اصلا هیچ فرقی نمی‌کنه، ایشون میاد یه سایتی رو سرچ میکنه، مثل آپورا، مثل دیجیکالا، هر چی، هر سایتی که الان فکر میکنم خوشبختانه سایت‌های خوب اکثرا ام وی سی همه نه، یه سه سایتی که هنوز تکون نخورده. ایشون مثلا میاد یه دامنه رو سرچ میکنه مثل دیجیکالا یا مثل آپارا، این میاد به صورت بای دیفالت وارد کدوم قسمت میشه؟ وارد کنترلر میشه. اصلا بدونید سایتایی که از نوع ام وی سی هستن، مدل ویو کنترلر هستن، اولین چیزی که برخورد میکنه اون یوزر یا کاربر به چیه؟ کنترلر. نمیره به ویو برخورد کنه، خب اول به مغز متفکرش و پردازشگرش در واقع برخورد میکنه به نام کنترلر. کنترلر میاد و حالا بدونید هم نیست، به صورت بای دیفال همه این کنترلره که سایت که میان بالا اسمش ایندکسه، یعنی مثلا ایندکس، متد ایندکس. حالا بعدا هم میبینید توی کنترلر ها باش کار میکنه. ایشون میاد و اولین چیزی که میبینه، من یه دونه آدرس بار رو میذارم، ریکوست میدم، مثلا بذارم سایت خودم بدم، تبدیل سایت خودم میشه. ببین این رو من میذارم و سایت من میاد بالا. خب اومد و حالا یه مقداری رو در واقع اومد به این صورت داره نمایش میده. این کنترلرش رو صفحه اصلش فکر میکنم صفحه کنترلر من اسمش هوم کنترلر اومده خورده به این. توی هوم کنترلر چه اتفاقی میافته؟ نگاه کنی این کنترلره، این که همین جوری که این دیتا رو نمیاره اینجا، که نمیاره نمایش بده، که یه اتفاقی داره میافته دیگه. نگاه کن الان من به طور مثال اگر بیام اینجا این لوگین رو بزنم و حالا بک اند سایت من نیده، من یه مقدار علاقه دارم به گیم، یه سه چیزه گیم نیست. خب مثلا میام اینجا و یه مطلبی رو میخوام اضافه کنم. خب فرض کنید مثلا موضوع مسابقات جهانی رزمی، اصلاش ربطی نداره، یه سری دیتا آن دیتا هم همین ایشون رو میذارم و یه همچه چیزی عکس هم نداریم، عکس هم ایشون رو میذارم، مستعارشم حالا بعدا در مورد مستعار اینا صحبت میکنم، بحث سئوه. و اینجا هم یه سری چیزا رو قرار میدیم، یه سری چیز هم اینجا قرار میدیم و من دستبندی و همه چیز رو میام قرار میدیم. خب ثبت رو میزنم، میگه عملیات با موفقیت انجام شد. خب نمایش رو میزنم. الان ببینید من چیکار کردم، ریکوست دادم به این آدرس، چه اتفاقی افتاد؟ اینجا اومد و این رو اینجا جنریتش. خب چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، آخرین آپدیت هایی که اومده، حالا من اینو باید پاکش کنم، فکر میکنم چه خبره. آخرین مطلبی که در واقع اینجا قرار دادم، اومدم تغییرات رو اعمال کردم، اومدش من یه چیکار کردم، یه مقداری رو اومدم از طریق کنترلر خودم یه ریکوست دادم به مدل، مدل گفتم وصل به چی؟ به دیتابیس. خب ما دو حالت میتونیم تو لاراول استفاده کنیم، یکی کوئری بیلدر است، یکی بحث الکوئنت است. الکوئنت از در واقع ما از الکوئنت استفاده کنیم، خیلی ساده است و خیلی هم شیکه و کاربردیه. اینجا اومد یه مقداری رو من بهش گفتم جنریت کرد، اینم ریسپانس به من داد. آخرین مقداری که قرار گرفت نها کن تو این صفحه قبل، تو صفحه قبل هم اینا ای بابا کاش که صفحه قبل هم نمیبست. نگاه کن این صفحه قبل من، نمیدونم برگردم نه رفرش میشه اضافه شد. خب قبل از این در واقع این نبودش، خب الان اومد اینجا اضافه شد با یه رفرش. اومد چه اتفاقی افتاد؟ اومد من اومدم یه مقدار اضافه کردم، این برگردون اوورد دیتا رو سند کرد.
آخرین تغییرات رو اومد با یه رفرش که میزنم میاد تغییرات میکنه، به چیکار میکنه؟ ریسپانس میکنه، جواب میده به کلاینت. من ریکوست دادم به این URL، رفته آخرین تغییرات رو دیده توی دیتابیس، رفته کنترلر، رفته یه ریکوست زده بهش، میگه من ببینم چه خبره، ببینم چیزی اضافه کرده، میگه آره ببین یه دونه دوره الان اضافه کرد، برمیگردونه آخرین دوره که اضافه کرده میاد چیکار میکنه؟ سند میکنه به دیتا و ریسپانس میکنه، جواب میده به این یو آر ال. یعنی در واقع طرف یه رفرش که میکنه اینجا دوین این دوره اضافه شد. خب حالا من میخوام دوره رو پاک کنم، پاک کنم دیگه، آره پاک شد. خب الان میام اینجا چیکار میکنه؟ اگه من رفرش کنم، ببین این رفرشه، این فکر نه رفرشه داری مثلا کار چی میگن داری هیچ کاری رو انجام میدی، نه شما هر رفرشی که داری میکنی داری ریکوست میزنی، ریکوست زدن چی؟ یعنی من درخواست میدم، درخواست بهت میدم ببین آخرین تغییراتی که توی صفحه اتفاق افتاده من برگردم. الان من یه F5 بزنم چه اتفاقی میفته؟ ایشون جواب به من داد، رفتش تو مدل، کنترلر رفت به مدل، سلام علیکم، گفتش چه خبره؟ گفت ببین پاک شده. گفت خب برگردون، برگردون اووردش تو سمت ویو، من یه رفرش که کردم میبینید این پاک شد. در واقع اصلا اون ریکوست ریسپانس، این ریکوست ریسپانس تو ذهن تو خیلی بندازید ها، اصلا تو موبایل اپلیکیشن هم همینه، این ریکوست ریسپانس دیگه، یه روی چیزی کلیک میکنی میری توی یه صفحه ای، اون حالا اکتیویتی اسمش، این بار کلیک میکنی میری توی اکتیویتی دیگه. اون هم اصلا اگه بهتون بگم این موبایل اپلیکیشن هم فیلم، همون وب، خب اصلا وب، این موبایل اپلیکیشن هم که شما دارین ریاکت نیتیو و اینا دارن استفاده میکنن، وب، صفحات وب، خب داره میچرخه فقط، یه جورایی از صنعت وب دارن استفاده میکنن. حالا یه داستانی هست بعدا یادم بندازی براتون بگم، ما قبل از اینکه تلگرام بیاد سال 93 ما وایبر استفاده میکنم، نمیدونم یا وایبر یادتون میاد، 94 با تلگرام، تلگرام اومد تو ایران پیچید فقط، کسی استفاده الان نگاه نکن 500 نفر استفاده، 500 600. ما قبلش چند تا از بچه‌ها می‌خواستن بسازن تلگرام، یعنی بردن چیز، بردن این وزارت ارتباطات کجا میشه نزدیکی خودم چیز نزدیک همین خواجه نصیر بغل ما توی وزارت مخابرات و ارتباطات رادیوی اینا انداختنشون بیرون، گفتن برو با شما اصلا این کار نیست، واقعا میساختن ها، بچه های خوبی بودن، قوی بودن. بعد اومدن مثلا یکشون من گفتش آره به ما اگرشن، گفتم برو بابا کاری که شما میخواید بکنید کار چیپیه، اون موقع واتساپ 2 مگ تو نمیتونستی توش دیتا بفرستی، تلگرام برای چی معروف شد؟ به خاطر اینه که شما میتونستید دیتای زیادی رو بفرستید توش، 2 مگ ما نمیتونستیم. الان هم میخوای واتساپ بفرستی 150 مگ فکر کنم، 50 مگ به بالا بهت میگه زیاده، نمیکشه دیگه، سرورش نمیکشه. تلگرام قضیه داره، ما الگوریتمی که اینجوری توش هستش نمیدونیم چیکار میکنن که انقدر خوب دیتا هست، برای اینکه شما دیتا رو توش میندازی بعدا یه ما دیگه برمیگردیم اسکرول میکنی بالا میبینی اون دیتا هنوز هستش. این یه الگوریتم های خیلی خوبی رو دارن توش استفاده میکنن، هم بحث بلاک چین و هزاران بحث امنیتی شو، این خیلی کار عجیب غریبی شما، ولی کلا دارم بهتون میگم این بحث ریکوست که میدی، یه ریکوست میزنی به این مسیر، میاد آخرین اتفاقایی که توی صفحه افتاده سمت سرور افتاده که سمت من ادمین اومدم اوکیش کردم، میاد به مدل ضربه میزنه، ریکوست میده به مدل، به مدل میگه تغییرات داشتی، اینم برمیگرده میگه نه نه که هیچ، همینه دیگه، آقا الان من F5 بزنم همین، هیچ هیچ تغییری نداشته. ولی اگه برگردونه میگه آره تغییرات داشتم، در واقع من ریکوست میزنم، ریسپانس میده میگه آره داشتم، این میاد تو ویو اعمال میکنه. اساس MVC اینه، تو همه هم همینه، تو همه زبانه برنامه‌نویسی هم همینه، هیچ فرقی نداره. یعنی شما کاربر میای میشینی پشت کامپیوتر، میری توی آپارات ریکوست میزنی به آپارات، می منتظر ببینی آخرین تغییراتش چیه، اون میره کنترلرش میره نگاه میکنه به مدل، میگه این صفحه دیتا که قراره بیاد رو من چک میکنم، آقا این تغییرات رو داشت، برمیگرده برمیگرده به کنترلر، کنترلر به ویو اعلام میکنه میگه ببین این آخرین تغییراتش این بوده. اینم نشونه چی میده؟ این بنده خدا، این در واقع این شخصی که دارید اینجا میبینیدش. حالا مثلا اگه من بیام برم توی من فکر کنم اینو دیشب آپدیت کردم، آره اینو دیشب من آپدیت کردم. خب اگه مثلا بخوام یه چیز جدید بذارم توش، میام میرم توی این قسمت، مثلا میگه که نام قسمت،
حالا مثلا ساختم چیزی، یه مقداری مثلا ایشون خب به روز ثانیه انجام میدم، میگه اضافه شد. نگاه کن الان کافیه اینجا رفرش بکنه، کافیه نگاه کن رفرش که بکنه میبینی این مقدار اضافه شده. چیکار کرده کنترلر؟ من ریکوست دادم به این مسیر، به این مسیر ریکوست دادم، این رفته تو مدل دیده، ریکوست داده به مدل گفته خب ببینم تغییراتی داشته، مدل گفت آره آره این مقدار عوض شده، برمیگردونه به کنترلر، کنترلر میاد تو ویوش به من اعلام میکنه. خب در مورد همه اوکی ها فهمیدن اساس کار چیه؟ یا اگر سوالی هست بپرس در مورد MVC. ایشون الان حذف شد، کافیه که من الان یه رفرش بکنم سمت، یا اصلا یه ریکوست بدم این صفحه میبینید حذف شد. در مورد این اگه سوالی هست در مورد MVC بپرسید. MVC کلا همینه، این عکس رو بهتون میدم انقدر بشین ببینیدش تجزیه تحلیلش کنید، تجزیه تحلیلش که بکنید متوجه میشید. شما دیگه از این به بعد میرید توی یک وبسایت با یه دید دیگه میرید توی وبسایت، یه درخواست میدی، یه ریکوست میزنی، یه سری دیتا بهت برمیگردونه، یه مسیری داره میزنه. بحث لایف سایکل یه چیزی که اینجا هستش، ببینید یوزر است خب، یه HTTP ریکوست میده، یه آدرس میزنه خب، این آدرسه میاد سمت وب سرور، همون وب سروری که ما داریم، میاد تو پابلیک ایندکس ایندکس پی اچ پی، میایم اینجا میایم میریم صفحه پابلیک ایندکس پی اچ پی. خب تو این ایندکس پی اچ پی یه کانترکت در واقع قرار داده لاراول اومده اینجا در واقع قرار گرفته، یه دونم بحث HTTP ریکوست ها، همون ریکوست که میزنه خب، اینا کاری ندارم به میکرو تایمش. اینجا اومده چیکار کرده؟ بحث مینترنسش رو قرار داده، من مینترنس رو یه میدلوره، میتونم میدلورش رو فعال کنم بیاد سایت کلن چیز بشه، دان بشه، کاری نداره به این قسمت. اینجا هم در موردش اومده صحبت کرده، میگه اگر وجود داشته باشه، یعنی ببین طرف فعالش کرده، اگر فعالش کرده باشه بیاد و فعال بشه. اینجا اومده بحث اوتولود رو قرار داده، این اوتولود رو بهتون گفتم که چه چیزایی ازش، مواردی رو که میخوایم، کلاسایی رو که میخوایم میام از اوتولود استفاده میکنیم و قرارش میدیم، میاد میره توی وندور توی اوتولودش ببینید چه خبر. اینجا اومده بوت استرپ اپ رو اضافه کرده، خب دی آی آر رو میدونید چیه، دی آی آر گفتم میشه این مسیر، و اومده رفته توی بوت استرپ و رفته تو کجا، تو اپ دات پی اچ پی، بحثای مقادیری که وجود داره اومده اینجا قرار داده و در نهایت اومده برگرد. خب بیاید اینجا اومده توی ایندکس اومده نگاه کن، میگه برو توی بوت استرپ تو اوتولو، میگه میره تو این قسمت، بعد میره تو بوت استرپ استارت میشه، بوت استرپ هم راه اندازش، بعد میاد میره تو قسمت اپش، میاد اینا مقادیر رو انجام میده، اینجا داره میگه لود اپلیکیشن، بعد اینستنس میکنه، یه نمونه از در واقع برمیگردونه اپلیکیشن رو، بعد میاد اینجا در واقع اپ HTTP و کرنل، اینجا میاد میرسه بهش، حالا مقادیر رو ریسپانس میکنه جواب میده. اینجا سرویس پرووایدر تو همون بحث شهروند اینا بودش، مقادیری که بعد تولید بشه تولید میشه، بوت میشه، راه اندازی میشه، دیسپچ میشه توی بحث روت، میاد توی روت مسیری که ما قرار میدیم، میاد اینجا توی کنترلر اکشنش، متدش، ویو و به یوزر برمیگرد. این لایف سایکلش، این قیافه که دارید میبینید لایف سایکلش. حالا برمیگرد میگم چجوری داره کار میکنه، حالا با هم میبینیم جلوتر شروع میکنه کار کردن، میبینید چه مسیری میزنه. حالا مثلا من این مسیری که میخوام زیادتون بدم چیه، اینه یوزر مثلا بحث از اینجا به این ور، از این سرویس پرووایدر و رود کنترل اکشن رو نمی‌بینیم فعلا، تا فعلا رود رو یاد بگیریم که ببینید به چه صورت میشه کار انجام داد، ویو اینا رو اصلا فعلا نمی‌بینیم، قاعده خاص خودشون. این لایف سایکل این فریم ورک، ریاکت هم لایف سایکل داره، ویو هم لایف سایکل داره، چه میدونم جنگو هم لایف سایکل داره. حالا آیا من باید بدونم اینا به چه صورت هستش؟ آره، بعد یه سری قاعده هاشو بگیم، یه سری قاعده ها، مثلا شما کنترلر ویو مدل نحوه ریکوست دادن یا نحوه خروجی گرفتن اینها رو حداقل علمش رو داشته باشه چه جوری داره کار میکنه. خب حداقل این رو حداقل بدونی که داره چه اتفاقی میفته. حالا لایف سایکلش هم ندونستی ندونستی، حالا باش بخوام شروع کنیم کار کردن، به مرور زمان کار بکنی تو ذهنت میفته لایف سایکلش چه جوری هستش.